بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالیم در خدمت عزیزان هستیم با مجموع مطالبی در باب هشدارهای رهبری که در زمان خودش مورد توجه قرار نگرفت و لذا ما محروم شدیم از اون برکات و آثاری که باید به دنبال آن بهش میرسیدیم. رتبه دهم، تهاجم فرهنگی. تهاجم فرهنگی و دیگر مقوله هایی که مرتبط با تهاجم فرهنگی است، مثل شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، رخنه فرهنگی، ولنگاری فرهنگی، جنگ نرم، قتل عام فرهنگی، تمام اینها هشدارهایی است که و در کلید واژه های خاص مقام معظم رهبری همواره مطرح بوده و هست، که البته راه علاجش رو هم حضرت آقا مهندسی فرهنگی مطرح کردند که کمتر مورد توجه قرار گرفت. رتبه نهم، خطر انفعال، انحراف و ارتجاع. یه چیزی دنباله های همون التقاط و انحراف های اوائل انقلاب. در کلید واژگان فرمایشات حضرت آقا این هشدارها رو همواره داشته ایم. در واقع موضوعاتی که آفتهایی است برای هر انقلابی. راه علاج اون بصیرت افزایی و همینطور نهضت و جهاد تبیین در حوزه های گوناگون و تقویت مبانی فکری و اعتقادی. رتبه هشتم، خطر لیبرال دموکراسی که ریشه در اومانیسم و سکولاریسم دارد. در واقع منطق لیبرال دموکراسی عاری از اخلاقه و ما صدمات زیادی رو در گذر زمان به خاطر نفوذ این تفکرات و این اندیشه ها متاسفانه متحمل شدیم، ضمن اینکه آلت دستی است در دست استکبار برای غارتگری های بیشتر. و اما راه علاج آن چیست؟ اصرار ورزیدن بر اندیشه های ناب اسلامی و مبانی ولایت فقیه و از همه مهمتر در جهت نهادسازی در تراز انقلاب اسلامی و نظام ولایی و اسلامی گام برداشتن. رتبه هفت، مبارزه با فساد در همه ابعاد، خاصتاً در حوزه های اقتصادی. کافیست توجه کنیم به فرمان هشت ماده‌ای که حضرت آقا در سال 1380 صادر فرمودن و در اونجا تأکید کردن رو محورهای بسیار مهمی همچون شناخت بسترهای فساد و پیشگیری از آن، مبارزه با تبعیض و ضرورت پاکدستی، مبارزه در درون قوه مجریه و در درون قوه قضاییه. راه علاج آن چیست؟ کافیه جامعه عمل بپوشیم به عناوین شعارهای هر سال که رهبر عزیز و حکیم ما مطرح می فرماین. رتبه ششم، خطر سکولاریزم. یکی از موضوعاتی که حضرت آقا در مقاطع مختلف هشدار دادن و حتی اسمی بردن، حوزه علمیه سکولار، مسجد سکولار، امام جماعت سکولار، دانشگاه سکولار و و، یکی از خطرهای جدی است و راه علاج آن روحیه انقلابی و تعصب و غیرت دینی و اصرار ورزیدن بر تئوری ناب سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست. رتبه پنج، هزینه استادگی و مقاومت کمتر از سازش. در جریان مذاکرات برجامی هشدارهای جدی حضرت آقا مطرح فرمودند: به آمریکای بدعت نمی شود اعتماد کرد، شیطان بزرگه و از شیطان بزرگ چه انتظاری جز دشمنی است. و بعد فرمودن چرا رد پای دشمنان رو برخی نمیخواهند ببینند. اما راه علاج آن چیست؟ راه علاج آن این است که دشمنی دشمن را یک حقیقت عینی بدانیم. در ادبیات مقام معظم رهبری این حقیقت به صورت ملموس منعکسه. رتبه چهارم، خطر نفوذ. نفوذ یکی از هشدارهای جدی بوده است که حضرت آقا در مقاطع مختلف به ویژه مسئولان امر داشتن، تا جایی که فرمودن دشمن به دنبال آن است که در گلوگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیر در کشور نفوذ کنه. متاسفانه جاهایی بیتوجهی کردیم، تا جایی که جیسون رضاییان میگوید اونقدر به رئیس جمهور کشور نزدیک شدم که بوی آدم صداهان او رو میفهمیدم. و یا حضرت آقا در جایی در مظلومیت جمهوری اسلامی بیان فرمودن که سران قوای آن باید در ردیف اپوزیسیون کشور تلقی بشوند. راه علاج آن چیست؟ راه علاج آن هوشمندی و هوشیاری و بیداری و رصد لحظه به لحظه دشمن و مراقبت‌های جدی.
رتبه سوم، خطر خازلین، یکی از هشدارهای جدی که حضرت آقا مطرح فرمودند. خازلین ساکتین در مقابل ظلمند، کسانی که دارای شم و درک سیاسی نبوده و نیستن، نمیتونن مسائل سیاسی روز رو به خوبی تجزیه و تحلیل بکنن، ولذا مورد سوء استفاده دشمن قرار میگیرن و آب با آسیاب دشمن میریزن. راه علاج آن چیست؟ دارای بصیرت سیاسی بودن و دشمن شناس بودن و به ویژه عبرت از تاریخ گرفتن. عبرت های عاشورا رو حضرت آقا در مقطعی مطرح کردند و اشارتی داشتن به قیام توابین و همچنین می شود قیام مختار رو هم اضافه کرد که به موقع عمل نکردن، به موقعی که باید یاری می کردن و لبیک می گفتن به امام زمانشون امام حسین علیه السلام اقدام نکردن و تلفاتی دادند و بی ثمر. رتبه دوم، اقتصاد مقاومتی، یکی از دغدغه ها و هشدارهای جدی و همیشگی حضرت آقا. همه می دانیم یکی از موضوعاتی که کشور را به عقب می راند و عقب نگه می دارد وابستگی ها در حوزه های اقتصادی به کشورهای دیگه است. این بدین معنا نیست که از ظرفیت های کشورهای دیگه استفاده نکنیم، این بدین معناست که تا زمانی که در داخل ظرفیت های رشد و پیشرفت اقتصادی داریم، نباید نگاه ما به بیگانگان و به کشورهای بیرونی باشد. راه علاج رشد و پیشرفت کشور، اقتصاد مقاومتی، در همون ابعاد و زوایایی که در زیر نگاه نافذ حضرت آقا همواره مطرح شده و البته کمتر به اون توجه کرده. رتبه یک، پروپاگاندای تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن. تبلیغاتی که از موضوعات بسیار مهم و اساسی در تأثیرگذاری بر افکار عمومی است. افکار عمومی هدف جدی جریانهای رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن هست، چون مردم کانون قدرتن. اگر مردم نباشن، مردم در صحنه ها حضور نداشته باشن، یک نظام و یک حاکمیت و یک انقلاب نمیتواند ادامه حیات بدهد، ولذا دشمنان متمرکز در روی مردم هستند و تأثیرگذاری روی افکار عمومی با یک جنگ مرموز و فراگیر شناختی و ادراکی و با استفاده از ابزار مختلف رسانه‌ای و تبلیغاتی. راه علاج آن هم جهاد تبیین است. جهاد تبیین دو جهت مشخص دارد. یک جهت آن افشاگری، افشای چهره پلید و پلشت دشمن و نقشه های شوم آن، و دوم هم روشنگری است و هدایتگری افکار و واکسینه کردن افکار عمومی. ممنون و سپاسگزارم که این مطالب را استماع فرمودید. قطعا شما هم به این جمع‌بندی رسیده اید که هر زمانی که ما هشدارها و منویات رهبری عزیز و فرزانه انقلاب رو مورد توجه قرار دادیم و به موقع و به هنگام لبیک گفتیم و به اون عمل کردیم، بهره بردیم و برد کردیم. و اما هر زمانی به هر میزانی که غفلت کردیم، زاویه گرفتیم، بی‌توجهی کردیم، متاسفانه آسیب دیدیم. راه سعادت و رستگاری و پیشرفت ملت بزرگ ما توجه ویژه به منویات و هدایت‌ها و هشدارهای مقام معظم رهبری است. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.